امروز فرصتی پیش آمد و دیداری داشتیم با دوست نازنینمان دکتر سعید سعادت، بنیانگذار مجتمع فنی تهران که شهرتش نه در سر تا سر ایران بلکه در مرزها هم شکفته و در کشورهای مثل کانادا، آمریکا و استرالیا هم نامی شناخته شده است. مجتمع فنی تهران یکی از بزرگترین و برترین مجموعه های مهارت آموزی در ایران بود و هست. این مجموعه با اهداف ایجاد شرایط اشتغال برای جوانان و تمرکز بر علوم مختلف به خصوص کامپیوتر جایگاه خاصی در میان کارآموزان به دست آورده. همین این مسائل و صحبت‌های دیگری که با دکتر سعید سعادت داشتیم با حضور دوست مشترکمون دکتر مهدی جبرئیلی قرار شد برنامه‌های خاصی رو تهیه بکنیم و همکاری خاصی ما بین مجتمع فنی تهران و آسیا نیوز، روزنامه آسیا و دیگر رسانه‌های آسیا برقرار بشه. این همکاری با تولید برنامه‌های تحت عنوان از صفر تا صد کسب و کارهای اینترنتی یا کسب و کارهای آنلاین شروع میشه با حضور آقای دکتر سعید سعادت. منتظر باشید اولین گام‌های این همکاری رو هفته آینده ببینید. و ما می‌رسیم به سر صفحه که امروز با مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر شیرین نوری در خدمتتون هستیم. دولت ارز کافی دارد و آن را بلوکه کرده است. این حرفی است که آقای مالک شریعتی نماینده مجلس عنوان کرده و گفته دولت با ارز کافی که در اختیار داشته است و آن را در حساب‌های خاصی بلوکه کرده است، حاضر نیست شفاف سازی کند. امیدوارم همینطور باشه و دولت ارزهایی رو داشته باشه، اگر داشت میتونست قیمت ارز رو کنترل بکنه. قیمت ارز که دو روزی سیر نزولی پیدا کرده بود امروز مجددا سر به بالا گذاشت. دلار 27200 تومان و یورو 31650 تومان. قیمت سکه طلا هم بالا رفته. هر قطعه در کف بازار قیمت عمده فروشیش امروز بازم به 13,101,000 تومان رسیده و خرده فروشی‌هاش هم حدود 15 میلیون تومان خرید و فروش میشه. هر دیجیگل طلای 18 عیار هم امروز با اندکی افزایش روبرو بوده و به 12,273 تومان و 7 ریال رسیده. نمیدونیم چه خبره خانم نوری. برای چی چند روزی است که ما میبینیم از قیمتش داشت پایین میومد، اما امروز به ناگهان نه تنها پایین نیومده بلکه سر به بالا گذاشته. قیمت سکه هم بالا رفته با وجودی که قیمت جهانی طلا رو به پایین بوده این چند روزه. چیه جریان، چیه؟ ما سر در نمیاریم واقعا. دیروز هم آقای رئیس کل بانک مرکزی گفته که ارز به اندازه کافی داریم و گفته ذخیره داریم، اصلا یه همچی چیزایی هم گفته بودن. آقای دکتر، بیشتر به نظر میرسه که به دلیل جو روانی و به خصوص بی‌ثباتی سیاست‌های بانک مرکزی هست که قیمت ارز در کشور کنترل نمیشه و امیدواریم که طبق گفته جناب آقای دکتر همتی ارز کافی وجود داشته باشه و دولت دوازدهم بتونه در مدت باقی مونده دولت خودش قیمت ارز رو کنترل بکنه، چون واقعا این نابسامانی هایی که در الان وضعیت اقتصادی کشورمون داریم مشاهده میکنیم بیشترش به خاطر بی‌ثباتی قیمت ارز هستش. بله، امروز شاخص کل بورس هم باز کاهش داشته، 25,996 واحد، و اما یارانه ها هم داره کم کم توجه مردم رو برمی انگیزه و شوخی هم دارن می کنن.
اما الان امروز اعلام شده که امکان درخواست مجدد دریافت یارانه فراهم شده و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی که یارانه نمیگیرن، نگرفتن برای به هر دلیلی، میتونن مجددن درخواست دریافت یارانه بکنن. یارانه همون 45500 تومانه مشهوره. اما یارانه معیشتی رو که به طنز اون را یارانه مشقتی هم اسم گذاشتند، امروز بررسی کردند و گفتن با 138000 تومانی که به عنوان یارانه معیشتی به یک خانواده سه نفری داده میشه، میشود فقط 5 کیلو برنج خرید یا 1 کیلو گوشت خرید یا 1 بسته پوشک 30 عددی و 1 قوطی شیری خوش خرید. همین خانم نوری، واقعا یارانه ها، البته من معتقدم که همین یارانه ها با همین اندکش برای بعضی از خانواده ها واقعا اصلا چیزه، نجات بخشه. اما واقعا یارانه ها نسبت به این گرانی ها هیچ نقشی دارند؟ هیچ تأثیری میتونن داشته باشن؟ متاسفانه اگر بخوایم حقیقتش رو بگیم خیر، چون که با توجه به افزایش تورم و حالا رشد تورم که ما مشاهده میکنیم نسبت به سال قبل 50% بسیاری از کالاها گرون شده، این میزان از یارانه جوابگوی حتی قشر ضعیف ملت ایران هم نخواهد بود. ولی آقای دکتر، اگر بخوایم از نظر اقتصادی راجع به یارانه و سوبسید بپردازیم، بهترین یارانه که میتونه تعلق بگیره در این شرایط خاص، پرداخت یارانه به تولید کنندگان هست، چون همواره سوبسیدهای مصرفی باعث کاهش رشد اقتصادی کشور میشه، اما سوبسیدهایی که به تولید کنندگان پرداخت میشه با توجه به شرایط حال حاضر و افزایش هزینه تولید به خاطر بالا رفتن قیمت مواد اولیه و قیمت دلار و بی‌ثباتی قیمت دلار، از نظر بنده ای کاش که مجلس یک فکری هم به حال تولید کنندگان بکنه و یک سوبسیدی رو هم به بخش تولید و صنعت کشور پرداخت بکنه. اگر چنین میکرد، در واقع پوشک بچه دیگه کمیاب نمیشد، اینطوری که امروز گزارش رسیده. آقای نیما بصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سلولوزی، اعلام کرده. ایشون گفته مواد اصلی پوشک بچه از آمریکا، برزیل و کانادا وارد میشه که به دلیل تحریم ها این مواد هم وارد نمیشود، لذا پوشک بچه هم حتما گران خواهد شد. غیر از گران شدن پوشک بچه، قراره که قیمت شوینده ها هم حدود 40% بالا بره، اضافه میشه. و این مطلب رو جمشید فروزش، دبیر انجمن صنایع شوینده ها، گفته و دلیلش هم گرانی دلار و دو برابر شدن قیمت ارز نیمایی اعلام کرده و ایشون گفته هیچ کمبودی در بازار وجود نداره. و اما تورم تولید مرغ در ایران هم 39.8% رسیده. این تورم در برای تابستان گذشته، اینم خودش قیمت بالایی است. خانم نوری، قیمت ها هم داره همینطور میره بالا و اون سوبسید ها هم همینطور ثابت میمونه. تا کجا قرار قیمت ها بالا بره؟ فکر بکنین این رو هم با چه بکنیم؟ سوبسید بدن به تولید کننده؟ اگر بدن البته شاید این قیمت ها پایین بیاد. بله 100%. ببینید، اگر سوبسیدی به تولید کننده پرداخت بشه، تولید کننده میتونه کالاها رو با قیمت ارزون تری به دست مصرف کننده برسونه و نه تنها مصرف کننده که نیازی به این یارانه حالا بهای ناچیزی داره براشون نخواهد داشت، هم کمک به رشد اقتصادی کشور میشه و هم کمک به تولید کننده. ببینید آقای دکتر، ما طی 3 سال گذشته دولت حدود 40 میلیارد دلار بابت ارز نیمایی به یک سری کالاهای خاصی که دولت در نظر گرفته اعطا کرده، ولی مشاهده می‌کنیم یکی از اون کالاها روغن خوراکی بوده که 1.5 میلیارد دلار اون به روغن‌های خوراکی اختصاص داده شده، ولی الان چند هفته ایست که با کمبود روغن در بازار مواجه هستیم. و از طرف دیگه مبلغ 36000 میلیارد تومان رانتی بوده که در این وسط ایجاد شده. و یا افزایش قیمت گوشت، شما ملاحظه می‌فرمایید که 2.5 میلیارد دلار رو دولت با ارز نیمایی
اجتماعی به گوشت و به واردات کالاهای دامی، خوراک سویا و دانه‌های ذرتی اختصاص داده، ولی باز هم مشاهده می‌کنیم که دامداران ما متأسفانه برای تهیه اینها مشکل دارن و می‌بایست به سمت دلالا برن که این کالاها رو تهیه بکنن. همه اینها نشون میده که واقعا مردم به جای دعا کردن برای جلوگیری از گرانی کالاها، یک مقدار باید ببینیم که دولت با چه هوش و با چه منطقی و با چه استدلالی این ارزها رو دارن اختصاص میدن به کالاهای اساسی. بله، خیلی ممنون، متشکرم. ما یک مطلب دیگری هم داشتیم دیروز پیروزها که برنج های دپو شده در گمرک دارن فاسد میشند، هنوز فاسد نشدند. امروز مهداد جمال ارونقی، اگر در اسم رو درست خوانده باشم، معاون گمرک گفته برنج های رسوبی در گمرک متروکه میشود، یعنی بدتر از اینه که هست. ایشون گفته که در حال حاضر انجمن وارد کنندگان برنج عدم تمایل خودشون رو برای ترخیص برنج اعلام کردند، یعنی حاضر نیستن ترخیص بکنن، و گفته که گمرک هم طبق قانون اون رو به کالای متروکه تبدیل میکنه و تحویل سازمان اموال تملیکی میده تا به فروش برسونن. فکر میکنم اگر ما گفتیم در حال فاسد شدن هستن، با این اقداماتی که گمرک داره میکنه خود به خود فاسد خواهد شد قطعا، با این مراحلی که تی میخواد بکنه، از گمرک بره به جزء کالاهای متروکه بشه و بعد از متروکه بره به سازمان اموال تملیکی و بعد املاک تملیکی آگهی بده و مزایده بده و خلاصه اینا خود به خود فاسد میشه. باید یه کار انقلابی یا یه کار ناگهانی یا با یه کار فوق العاده این برنج ها رو ترخیص بکنن. میزانش هم امروز 230,000 تن اعلام شده. اما در موارد دیگر، شاید قوچ، شکار قوچ، اصلا شکار هم بتونه یک منبع درآمد ارزی باشه. گویا برخی از کشورهای همسایه شکارچی به ایران میان برای شکار. قیمت شکار قوچ اوریال توسط شکارچیان خارجی در نیشابور حدود 70 میلیون تومان هست برای شکار این گوسفند وحشی اوریال که نرش قوچ خوانده میشه. 70 میلیون تومان میدن تا یک رأس اون رو شکار بکنن. قوچ گوسفند وحشی، همین قوچ اوریال، یه مشخصات خاصی داره و در ایران و افغانستان و پاکستان و کشمیر و اینجور جاها هم زندگی میکنه. شاخهای بلندی دارن که حلزونی شکلن. در هر صورت گوسفند وحشی محسوب میشن که مجوز شکارش بیشتر به خاطر افزایش گونه های پیره که تبعات زیست محیطی داره و به همین علت هم مجوز شکار داده میشه. و اما خبر دیگر اینه که وزیر مهاجرت کانادا گفته در 3 سال آینده به 1,200,000 نفر اقامت دائم میدهیم. خبر خوبی بوده. پرچم آذربایجان هم در پاسگاه های آزاد شده در مرز ایران با ایران نصب شده، به اهتزاز در آمده که کار خوبی نیست، فکر میکنم مشکلاتی در آینده ایجاد بکنه. در بیولی هیلز، ملعه عیان نشین لس آنجلس، هم ما بین حامیان ترامپ و حامیان بایدن درگیری ایجاد شده برای انتخابات. انتخابات آمریکا موجب شده که اوباما شخصا پشت تلفن بشینه و تلفن زنگ بزنه به خانه ها و در واقع رأی گدایی بکنه یا رأی تقاضا بکنه. اوباما بشینه به خانواده ها تک تک زنگ بزنه که بیان رأی بدن به آقای بایدن. اما انتخابات آمریکا بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، هر مرد یا زن 35 ساله متولد ایالات متحده آمریکا که سابقه 14 سال سکونت در این کشور را داشته باشند، می توانند با پرداخت فقط $5,000 به عنوان نامزد انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنند. در این انتخابات هم 1216 نفر حضور دارند که شما فقط ترامپ و بایدن را می شناسید. این صدها نامزد می تونند بعضی جاها مؤثر باشند. اما چرا ما توجه داریم به انتخابات آمریکا؟
دکتر اسفندیار یارخدایی گفته است این استقلال نیست که عدسه ترامپ ارزش پول ما را تغییر بدهد. تحت همین عنوان و بهانه این انتخابات نوشته است. او نوشته است که شما هر طور که تعریفش کنید، استقلال این نیست که ترامپ با یک پیام توییتری اقتصاد و معیشت و درآمد مردم ما را در تنگنا قرار دهد و بر فقر و فساد و فحشا در جامعه ما بیفزاید و ناموس و شرف ما را بازیچه بگیرد. این استقلال نیست که رئیس جمهوری آمریکا ایران عزیز ما را راحت‌تر از هر کشور دیگری آماج تحریم و تهدید و توهین قرار می‌دهد و هیچ هزینه و عوارضی هم برایش ندارد و گفته است ما کجای کار اشتباه کردیم که به این روز افتادیم.